دامان گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه لاهه از همیشهر با ما همراه هستن. خوش آمدید آقای گلریز. در حالی که شماری از مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی خیلی زود انگشت اتهام رو به سمت اسرائیل گرفتند، مقام‌های آمریکایی دارن این ادعا رو رد می‌کنن. وال استریت ژورنال هم گزارش داده که اسرائیل به متحدانش گفته که هیچ نقشی نداشته توی این انفجارها. تحلیل شما چه است؟ درود بر شما خانم کیانی. بینندگان عزیز، اجازه بدید من اول تسلیت بگم به مردم ایران و کسانی که در اونجا کشته شدن متاسفانه در این حمله تروریستی، چون که نوک پیکان این واقعه در کرمان در عمل دشمن داخلی، یعنی اون بخشی از افرادی هستش که از طرف حکومت به دنبال سرکوب جنبش انقلابی مردم بودن در این یک سال و چند سال اخیر حتی، و بخش خارجی اون هم همچنین دشمن خارجی که هدف رو در عمل امنیت و ثبات، به هم زدن امنیت و ثبات به عنوان پیشفرض هر نوع تحولی به نفع مردم ایران رو در عمل هدف قرار دادن. ولی اگه برگردم به پرسش شما، میشه اینجوری تصور کرد که بعد از سخنان نماینده سپاه یا سخنگوی سپاه که گفت مسئله حمله حماس به اسرائیل نوعی انتقام از خون قاسم سلیمانی بود، این اتفاق و اون یادداشتی هم که در اتفاقا وال استریت ژورنال نوشته شد که به معنی زدن سر مار، یعنی در داخل ایران خود جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن و پایگاه اجتماعیش رو، میشه اینجوری تعبیر کرد که میتونه اسرائیل به هر حال محرکه پشت این اتفاق باشه، ولی احتمال اون خیلی کمه. و علاوه اینه که جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهایی که میکنه به گمان من نمیتونه پاسخی به اسرائیل بده. ببینید، وقتی که دونالد ترامپ در 4 سال گذشته ایستاد و مشخصا گفتش که قاسم سلیمانی رو من مورد اصابت با 2 پهپاد قرار دادم، و پاسخ جمهوری اسلامی این بود که قبل از حمله به پایگاه آمریکاییان به عراق خبر بده که آمریکایی‌ها از اونجا خارج بشن، و در عمل انتقام رو از مردم ایران توسط زدن 2 موشک به هواپیمای اوکراینی گرفت. به خاطر همین حکومت حقیقتش اینه که دستش بسته است، نمیتونه کاری بکنه، و به نظر من انگشت اتهام به طرف اسرائیل بیشتر یک روشیه برای بازی با اتفاقات منطقه از نظر رسانه‌ای، جنگ روایات که از این طریق هزینه رو برای اسرائیل در غزه بالا ببره، ولی پاسخی نخواهد داد. متاسفانه هر بار انتقام رو از مردم ایران میگیرن. و تحلیل شما از واکنش کشورهای منطقه و اروپایی چه هست به انفجارهای دیروز؟ آیا میشه گمان زنی کرد که رخداد مرگبار در کرمان به تشدید تنش در منطقه بیانجامه یا کاهش تنش؟ همونجور که عرض کردم خدمتتون، واکنش جهانی خب قطعاً تسلیت گفتن، قبول اینکه یک حمله تروریستی بوده، ولی خب چه کسی انجام داده رو نمیشه الان تعیین کرد و احتمالاً کار خیلی سختی هم خواهد بود، مثل خیلی از کارهایی که جمهوری اسلامی حتی تعداد کشته شده ها رو هم نمیتونه مطرح بکنه که دقیقاً چند نفر هست، از نظر حکمرانی کاملاً شکست خورده است. ولی به گمان من همونجور که عرض کردم نمیتونه این موضوع تبدیل به یک واقعه بزرگی در منطقه بشه. خاطرتون باشه 2 روز پیش سپاه بیانیه‌ای صادر کرد که شخص دوم حماس و بعد از شخص دوم حکومت در سوریه که مورد ترور قرار گرفتن، همین دیشب تعدادی از حزب اللهی‌ها به اصطلاح اعضای حزب الله لبنان مورد ترور قرار گرفتن توسط اسرائیل. پاسخ ما صبر راهبردی، ادامه صبر راهبردی، عملاً یعنی اینکه کاری انجام نمیدن و دستشون هم بسته است خانم کیانی، کاری نمیتونن انجام بدن. این انتقام سخت و غیره، تصور بکنید که بخوان در داخل اسرائیل کاری انجام بدن، در عمل دستشون کاملا بسته است. من فکر نمی‌کنم که اتفاقی بیفته، بلکه همون صبر استراتژیک رو دنبال می‌کنن، ولی متاسفانه به نظر من انتقام رو از مردم ایران خواهند گرفت. ممکنه که زندانیان بلوچ، زندانیان کرد، زندانیان دیگری رو مورد اعدام قرار بدن و از این طریق بخوان نوعی از امنیت و ثبات رو در داخل شاید به صورت توهمی به وجود بیارن، ولی کاری نمیتونن انجام بدن، چون دنیا هم بسیار هوشیاره. در مورد حوثی‌ها ببینید که چه نوع همپیمانی با آمریکا به وجود اومد برای مقابله با حملات حوثی‌ها. سپاسگزارم از شما دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه لاهه از همین شهر همراه ما.